تغییر لباس در افغانستان، رونق پیراهن و تنبان و کاهش خرید و فروش بلوز و پتلون، دریشی پوشیدن که تقریبا جرم پنداشته می شود. سلام بر شما، 3 آپریل و 10 ثور است. با تغییر رژیم بزرگترین تغییری که می شود در شهر دید سیمای مردم و شهر است. ریش‌های بلند و افزایش پیراهن و تنبان. هرچند که پوشیدن دریشی و زدن نیکتایی که تقریبا شبیه جرم است، اما سری میزنیم به دکانهای لباس فروشی و خیاطی که از آنان بپرسیم بازار بلوز و پتلون چگونه است. بلوز و پتلون که در گذشته مشتریان فراوان داشت هنوز هم در این دکان موجود است. صاحبان دکان ما بازار بلوز و پتلون را کساد میگویند و به گفته آنان اگر وضعیت این گونه دوام پیدا کند به احتمال فراوان آنان به زودی مجبور خواهند شد دکانشان را ببندند. این جانب مختار، یکی از دکاندارای دشتی برچی، یکی از دکان مشهورترین دکان ها، دکان بوله. از دخلا تا وقتا که خوب بود، ولی امسال خیلی کارا رکود نواجه. امسال دیگه کارا تقریبا ایت فکر کنیم که شاید کارا دیگه 6 ماه دیگه ادامه بیافه، کار زیر رد زیر لاکن میکارم. دفیصد صد فیصد هم صد فیصد کار ما دفیصد تبدیل شده. فروشات دمی آمد آمدی ایدم نیسته. بازار مثلا گفتم 100% از 100% فروش ما، فکر که سابقا اگه 100 دانه پتلون در یک روز سودا میکردیم، ولی 10 دانه پتلون مفروشیم. شاید سال گذشته در روز 3000 یا 4000 واید میکردیم، این سال ولی در روز 500-600 زیاد نیست. خرج دکان و کرای دکان کشیده صفر میشم و ایشم نمیمونه. وضعیت دلیل دکانداریه که مردم بیکاره، مردم در اقتصاد در کل اقتصاد برای مردم نیه که مثلا پتلون بخره برای شوق خود کنه، شوق ما پریده، ولی فقط مردم پشت ازی میگرده شکم چی رقم سیر کنیم. ولی ما هم در فکر نباشیم که مثلا مثل هر سال پتلون بفروشیم، شوق ما مردم نداره، مردم بیکاره. خب شریکم بودیم، شاگردم داشتیم، حال دیگه یک شریک ما که از بیکاری رفته، یک خودی ما موندیم، دیگه نفرم نمونده. یک شریک ما که 3 نفر رفتیم، 4 نفر موندیم ما. و حالا دکان ما تا مدت 18 سال عمر خود در این کار ضایع کردیم. ما مدت 18 سال ما در این کار در این حد رساندیم، مثلا مشهوریت بوله، دکان بوله مشهوریت رساندیم. فکر کن که 18 سال مو زحمت کشیدیم، نمیشه که در یک سال بیکاری مو کار خود دکان بسته کنیم که بیکاری است. یک سال، یک نیم سال یا 2 سال دیگر هم میشینیم که بخی کرای دکان، کرای برق هم تاون بیتیم، یک سال هم میشینیم. باز وقت اگر نشد دیگه وقت دیگه میرم تصمیم دیگه کار دیگه ببینیم که دیگه خواست خدا چی میشه دیگه چی کار. پیشنهادیم به دولت ایست که یک آرامی را به بار بیاره، یک همپذیری باشه، یک مردم، یک همه اقوام همپذیر باشه که مثلا با هم دمی کشور آرام زندگی کنه. یک دیگه را همه مردم ها، همه اوغان، تاجیک، هزاره، همه به یک دیگه داغوش بگیره، یک کشور آرام به وجود بیاره، نه که اینجا مثلا همه بر خلاف یک دیگه شود. این پیشنهاد ماست، یعنی که مثلا نمی صلح شود، آرامی شود برای ما کاره، جنگ باشه، نارامی باشه برای ما بیکاری است. با تغییر رژیم گروه حاکم پوشیدن پیراهن و تنبان را در اکثر جاها اجباری اعلام کرده است. کارمندان دولتی باید پیراهن و تنبان بپوشند و حتی مراجعین حق پوشیدن دریشی و بلوز پتلون را ندارند. باشندگان کابل میگویند که برخی حتی در شهر نمیتوانند با لباس شیک و دریشی راه برود، زیرا از سوی نیروهای تا لد و کوب میشود. شهروندان کشور که نمیخواهند در مقابل کمر در این مورد سخن بگویند، ادعا دارند که شیک بودن و منظم بودن و تمیز بودن در شهر جرم است و اگر کسی منظم در شهر دیده شود بار بار و در هر جا تلاشی می شود.